با عرض سلام و ادب خدمت همراهان عزیز کانال توی ویدیو امروز قصد داریم در مورد زختیکل پختیتیف باتون صحبت کنیم کلمات تعریفی همون اختیکل ها بخش مهمی از زبان فرانسه هستند که یاد گرفتن اونا و به کار بردن به موقع اونا خیلی مهم هستش اگه برای اولین بار هست که از کانال ما بازدید میکنید لطفا توی کانال عضو بشید تا ویدیوهای بعدی رو با اولویت دریافت کنید. به این چند جمله دقت کنید تو ان کفه تو وو ان کافه تو یک قهوه میخوای الم لو کافه الم لو کافه اون خانم قهوه دوست داره نوزون دو کافه الا مزون نوزوون دو کافه ما یه مقداری قهوه داریم توی خونه دقت کنید توی هر سه تا جمله در مورد کافه صحبت میکنیم ولی توی هر جمله با یک کلمه تعریف متفاوت اومده این درس رو تا آخر گوش کنید در آخر درس به این اسلاید برمیگردیم و یک بار دلیل تفاوت این کلمات تعریف رو با همدیگه مرور میکنیم خب قبلا در مورد کلمات تعریف معین و نامعین صحبت کردیم اگه تا حالا اون ویدیو رو ندیدید لطفا اول اون ویدیو رو نگاه کنید و بعد ادامه این ویدیو رو تماشا کنید همچنان که توی جدول میبینید برای اسامی مذکر مفرد ما اختیکل پختیتیفمون دو هستش دو و برای اسامی مفرد معنیس دو لا تفاوتی نداره اگه هر کدوم از اسامی مفرد چه معنیس چه مذکر اگه با حرف صدادار یا با اشمویس شروع بشن ما از دو ال اپاستخوف استفاده میکنیم در حالات جمع همواره از کلمه د استفاده می هر کدوم از اینا رو با مثال توضیح می لو پول یعنی مرغ لغژان یعنی پول خب این دوتا اسم اسامی مذکر هستند قبلا گفتیم اگه اسم مفرد و مذکر باشه پختی پختیتیفمون دو هستش دو برای مثال دوپول ژ دو پول من مرغ میخورم تو دولغژن توه دولغژان تو پول داری اصطلاحا کاربرد اختیل پختیتیو برای اسامی غیرقابل شمارش هستش و یا وقتی که به مقداری از چیزی اشاره میکنیم بدون اینکه به تعدادش اشاره کنیم برای مثال وقتی که شما میگی من مرغ میخورم شما مقداری از مرغ رو میخوری یا وقتی توی مثال میگی شما پول داری شما مقداری پول داری تعدادش و اون عددش رو اینجا اشاره نمی کنی. حالا دو مثال هم برای اسامی مؤنس میاریم لشانس خودمونم شانس میگیم لو یعنی آب اینجا هم مثال دوم با حرف صدادار شروع میشه برای مثال اول مثلا میگیم ال دو شانس ال دو شانس اون خانم شانس داره تو دولو تو دولو تو آب میخوای خب میبینیم اختیکل پختیتیف برای اسم مؤنث شد دو لا یه مقداری از فلان چیز اگر اسم هم با حرف صدادار شروع بشه دقیقا مثل حالت مذکر دو ال پاستروف خب برای حالت جمع گفتیم که در هر حال ده استفاده می‌کنیم. Vous avez des cerises. Vous avez des cerises. شما گیلاس دارید، مقدار گیلاس دارید. On va manger des fraises. On va manger des fraises. میریم یه خورده تو فرنگی بخوریم. اگه دقت کنین در بیشتر موارد وقتی که در مورد داشتن یا خوردن مواد غذایی صحبت کنیم از اختیک پختیتیف استفاده کنیم. یه نکته مهمی در مورد اختیک پختیتیف هست و اونم موقع منفی کردن جملاتی هست که توی اونا اختیک پختیتیف داریم. مثالا رو منفی کنیم با هم دیگه. دو سوکر من مقداری شکر دارم. حالا میخوایم همین جمله رو منفی کنیم و بگیم من اصلا شکر ندارم. خب درس منفی کردن یادتونه لینکش رو براتون میذارم نو و پا رو در طرفین فعل اواق داشتن میذاریم جونه پا دو سکر ولی دو تبدیل به دو میشه جونه پا دو سکر من هیچی شکر ندارم جه دولو من آب دارم جه دولو میخوایم بگیم من اصلا آب ندارم جونه پا دو دو. من هیچی آب ندارم پس دیدیم موقع منفی کردن اسم چه مذکر چه مؤنث باشه از هر اختیک پختیتیفی که استفاده کرده باشیم موقع منفی کردن اختیک تبدیل به دو و اگه حرف صدادار باشه به ده اپاستخوف تبدیل میشه و دیگه دو و دولا یا دو الاپاستخوف هیچ کدوم رو نداریم حتی توی حالت جمع هم همینه برای مثال مثلا میگیم تو د دفخیز تو توت فرنگی میخوری؟ دفخز تبدیل به دفخز میشه اینجا یه مثال جمع هم میاریم که با حرف صدادار شروع بشه اینجا چون حرف اول کلمه اپینغ او حرف صدادار هست ما لیزون داریم و صدای اس رو میشنویم جمانج دز اپینق خب اگه بخوایم رو منفی کنیم ده تبدیل به دو میشه ولی خب اوی دو با اوی اپینر با همدیگه نمیتونن همزمان وجود داشته باشن لذا اوی دو هست و تبدیل به اپاستروف میشه je ne mange pas من اسفناز نمیخورم پس یادتون باشه توی جمله منفی ما فقط دو رو داریم یه نکته دیگه ای که اینجا باید بهتون بگم در این سطح اونم این که با فعل های مثل امه adoré, détesté, préféré ما آرتیکل پارتیتیف نمیاریم. با این اسما معمولا آرتیکل دفینی میاریم. یعنی حرف تعریف معین، کلمه تعریف معین. ال پرفر ل سوریز ال ل سوریز اون خانم گیلاس رو ترجیح میده. جم لو پا جم پا من نون رو دوست دارم. جدور من عاشق سالاد هستم یه توضیح کوچیک خدمتتون بدم اونم این که وقتی که ما در مورد یک اسم در حالت عمومی صحبت کنیم مثلا میگیم من نون دوست دارم در این حالت شما از کلمه تعریف معین استفاده کنید شما در مورد مقداری یا بخشی از اون صحبت کنید شما در حالت کلی میگید من نون دوست دارم من سالاد دوست دارم پس با این تواصیف اگه به اسلاید اولمون برگردیم میتونیم اینطور بگیم توی جمله اولمون که گفتیم تو کافه میخوای اونجا شما مثلا توی کافه نشستین و سوال میکنین تو کافه میخوای مهم نیست اون کافه چه کافه ای باشه تو یه کافه میخوای به کافه مشخص اشاره نداری و در حالت عمومی هم در مورد کافه صحبت نمیکنی. شما به دوستتون میگید که آیا یه فنجان کافه میخواد یا نه در این حالت ما از حرف تعریف نامشخص استفاده میکنیم یه کافی میخوای ولی وقتی که میگیم الم لو کافه، اون کافه رو در حالت عمومی دوست داره اینجا فعل امه هست و ما از حرف تعریف معین استفاده میکنیم اون در حالت عمومی کافه رو دوست داره و در جمله سوم وقتی که میگیم نوزوان دو کافه المزون یعنی ما یه مقداری کافه داریم توی خونه حالا یک کیلو نیم کیلو هر چقدر یه مقداری از کافه امیدوارم که تا حدودی موضوع براتون روشن شده باشه البته مطمئنا یک ویدیو چند دقیقه‌ای نمیتونه شما را کامل در ذهن موضوع قرار بده بلکه باید کم کم موضوع با تمرین و تکرار توی ذهن شما ملکه بشه و جایگیر بشه امیدوارم که ویدیو امروز براتون مفید بوده باشه اگه اینطور هست لطفا ویدیو رو لایک و با دوستانتون به اشتراک بذارید تا افراد بیشتری بتونن از ویدیوهای ما استفاده کنن